یک لنج بزرگی رو که یادم نیست سال 400 تونی بود یا چه ظرفیتی داشت، جزو لنجای بزرگ بود. این لنج رو ما به توافق رسیدیم بعد از کلی مکافات، بالاخره به توافق رسیدیم که در اختیار ما بذارن برای مدتی که فیلم برداری کنیم. خب لنج چیزی نداشت، در واقع یک کفی بود و یک مخزنی که بار رو توش قرار میدادن و زیر و موتورم که بالا قرار داشت. من با یست این رو تبدیل میکردم به یک لنج قدیمی. خب تصاویری هم پیدا کرده بودم، طرح‌هایی رو پیدا کرده بودم، ولی اینکه واقعا یک کشتی بتونه با انرژی باد و کمک بادبون حرکت بکنه و نه موتور، چون باید همین کار همین اتفاق میافتاد، این یه کار بسیار فنی بود. ما یه ناخدای قدیمی رو پیدا کردیم تو بندر لنگه و از ایشون کمک خواستیم. اینم بگم که بندر کنگ که یه زمانی مهمتر از بندر لنگه بود، یکی از قدیمی ترین مراکز کشتی سازی ایران هست، یعنی با قدمت بیش از 1000 سال 2000 سال شاید. خب یک سنتی است که همچنان ادامه داشت در اون زمانی هم که ما رفتیم. اون ناخدا به ما این راهنمایی رو کرد که چند تا در واقع دکل همیشه قرار می گرفته روی لنجا و چجوری اینا مهار می شدن و بادبونا به چه شکلی کنار اینا در واقع به اینا وصل می شدن تا وقت بتونن کار بکنن. از سال 1339 به این طرف هیچ کشتی با بادبون حرکت نکرده بود در اون خطه، همه دیگه با موتور می رفتن.